پول دلار در مقابل پول افغان به نام خداوند یکتا به همتا درود و سلام خدمت همه شما عزیزان، امیدوار هستم هر کجای که هستین جور و صحت و سلامت باشید. بازم مسعود جامع با یکی دیگر از گزارش ها در خدمت شما هستیم. قرار که همتان آگاهی هستین، قرار که همتان آگاهی دارین دهی اواخر و دهی چند روز شده که پول دلار در مقابل پول افغانی ارزش خود از دست داده، آهسته آهسته داره پایین میره. ای که با آمدن قیمت دلار در مقابل پول افغانی چقدر تاثیر داره برای مواد اولیه و مواد خوراکه، امروز آمدیم در سطح شهر و گفت و شنود می داشته باشیم با وطنداران ما که مصروف کاروبار دکانداری و خرید و فروش مواد اولیه و مواد دیگه که مورد ضرورت خانواده هستن چقدر تاثیر داره. پس تا آخرین دقایق برنامه ما را همراهی کنید، ببینه که وطندارای ما، عزیزای ما و کسایی که در نرخ یا تبادله اسعار مصروف کاروبار هستند نظر اونا را میشنویم که دلیل چی است که دلار در این اواخر در مقابل پول افغانی یک کاهش قابل ملاحظه داشته که همگی را شوکه ساخته. دوستان عزیز، به ادامه گزارش ما از سرای شمالی و صرافی های گیجه فعالیت دارن خوش آمد و خوشبختانه در کنار ما آی صاحب یکتن از صراف هایی که در سرای شمالی مصروف تبادله اسعار است همراهشون صحبت میکنیم. آی صاحب سلام علیکم، خسته نباشید. سلام محترم، خوب هستین جانتان جور؟ بخیر و سلامت باشین، بسیار به جای مساعد هستیم در دهن دروازه، خوب هستین انشاءالله؟ شکر، زنده باشیم، تشکر. بخیر و سلامت باشین. آی صاحب میشه از یه برای ما بگوین که امروز نرخ دلار و پولای خارجی در مقابل افغانی چند تبادله میشد و معامله میشد؟ والا امروز نرخ دلار 68-80 بود، دیگه 4-5 روز پیش 70 بود، تقریبا 120 روپه پایین شده، دیگه فعلا 68-80 است. پولای دیگه چطور است؟ تومان و کلدار و پوند و ایرو و اینا؟ پولای اسعار خارجی که است همش ارتباط داره با دلار، وقتی که دلار پایین شه با افغانی اونها هم پایین میشه، دیگه نرخ‌های دلاری از با ثابت است فعلا. از اونها ثابت است. بله. دلیل چی است های صاحب که در این روزا میبینیم که دلار قیمت خود یکسره در مقابل پول افغانی از دست داده روان است و قیمتش پایین میاد؟ خب دو سه دلیل است. یکی خب ارتباط داره به امنیت کشور که فضل خدا امنیت روز به روز خوب شده میره، دیگه مربوط به لیلام بانک میشه، کفتوار بانک پیسه لیلام میکنه 40 میلیون 30 میلیون، وقتی که لیلام زیاد شوه باز طبعا دلار پایین میشه، دیگه مسئله عرضه و تقاضاست. وقتی که تقاضا زیاد شوه به دلار دیگه نرخ پایین میشه. امی اولجاتی که وطندارای ما فامیلاشون بیرون از کشور دارن به داخل افغانستان این چقدر به نظر شما تاثیر داره و قیمت دلار پایین میاره؟ والا او دیگه فکر نکنم مربوط به این شوه، دیگه چون بیکاری هم هست اینجا، دلار که از اسعار که از اونجا روان میشه فکر نکنم مربوط به این نرخ دلار شوه، فقط تاثیر نداره. نه فقط این دلار چون زیاد شده دیگه اون ملت است که نرخ پایین شده. در مورد پول خود افغانی بگم،
از بانکنوت‌های جدید چی خبر است؟ هنوز از طرف بانک مرکزی توزیع شده یا نه که هنوز همون پولای فرسوده و ایناز بازار عرضه میشه؟ والا پولا خوب خلم چاپ شده در بانک است، فعلا در بازار رو قنبر آمده دیگه، بسیار کم تو در بازار می دیگه، نمیفهم چرا قید است بجه. دلیل همی که پول ما فرسوده شده روانه است چی است؟ وطنداره ما توجه ندارن بانک در مقابل پولای خارجی خصوصا دلار خیلی توجه دارن، حتی نمیخوان که قاد شوه. والا پول افغانی که هستم کیفش پایین است دیگه پیسه را ببینیم کیفش بسیار بالاست، خصوصا می دلار کانادا را ببینیم پلاستیک است، هر رقم کنیم چی را نمیشه دیگه. افغانی ما که خب موادش به کیفیت است دیگه، استفاده هم درست میکنیم، وطن داره ما اونمو است که فرسوده میشه. انشالله که قیمت دلار که تا بالا شده روان است، بالای نرخ اولیه و مواد غذایی هم یک تاثیر مثبت داشته باشد اگه انشالله. باید داشته باشه، خود دکاندارا یک تعداد وطن داره ما کاره مراد نمیکنن، فعلا هم دلار خود شاید هم 70 یک ضرب بزنن و دلار مثال از ما یا زگه صرفا داشته 69 میخرن دیگه، باید نرخ پایین شه خود نمیکنن. یک تعدادشون احتکار هم میکنن، همو پول و همو مال را که میخرن به قیمت بالا نگاه میکنن که اگر قیمت دیگه هم بلندتر بره به فایده ما است. بله او احتکار کار خوب نیست و اگر چه مربوط صرافی نمیشه، مربوط کار بار خود از اون میشه. باید این کار نکنن. نظر شما را میخواستم در مورد باید این کار نکنن، چرا این کار خوب نیست، حرام است. احتکار خوب کلگی میفهمه که حرام است، باید این کار نکنن. در پلی از اینکه شما اولاجات از بیرون میگیرین، داخل خود افغانستان و ولایت هم شما اولاجات اینا را اجرا میکنی یا نه؟ از ما خو اینجا نوشته است اولاجات، ما صرف اولاجات داخلی داریم، جواز اولاجات داخلی داریم، خارجی را نداریم. جواز اولاجات خارجی باز دست سرش از است، دوستا اونجا میرن اولای خارجی خود اجرا میکنن. از جان همیشه شما نمیکنه از ما صرف جواز به خاطر اولاجات داخلی است. بخیر سلامت باشین آیسا، پیامو گفتنی اگر داشته باشین. بس زنده باشین، تشکر، خیر باشین. بخیر باشین، سلامت باشین. خب دوستا، آیسا گفت که دلار امروز 68 و 80 پول در بازارهای شهر کابل معامله میشد، پولای دیگر هم قسمی گفتن و قدر تاثیر بالاش نگذاشت، ارسن همی پول افغانی که در مقابل دلار ارزش خود پیدا بکنه، بالای اسعار دیگه هم تاثیرات مثبت خود می داشته باشه که میشه زیر تاثیر پول افغانی بره و قیمت اونها هم پایین بره. امرای ما کنید تا آخرین دقایق. شما خوش آمدید و ما هنوز هم در این سرای هستیم که صرافی ها هست. امروزشون صحبت میکنیم امروز هموطن های دیگه ما که در خصوص پول و پیسه کاروبار میکنن، مصروفیت دارن، امروز اینا صحبت میکنیم و ببینیم که دلیل پایین شدن نرخ دلار در مقابل پول افغانی به نظر اینا چی هست. میریم داخل. سلام علیکم، اجازه است؟ سلام علیکم. سلام. حالا شما خوب هستین؟ سلام علیکم. مودی صاحب شما خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ سلام. همینجا باشیم یا اونجا بیاییم؟ همینجا مشکل نیست، هر جایی که می سر داخل میگن آمدن اگه اجازه کار داره نشه که صحیفتون کدام چیز گم نشه. ان شاء الله. حالت خوب است؟ سلام علیکم. زنده باش. سلام علیکم. مصروف کاروبار تبادله اسعار خارجی هستی؟ بله. امروز چند شده موی کشال؟ موی کشال دیگه در این روزا یکم که باز فشارش پایین اومده. صبح کی 69 ده پیسه و 15 پیسه بود و فعلا دوباره ده 68 و 90 پیسه 95 پیسه است. کم بازم پایین آمده دیگه از صبح تا بالا را. دلیل در کل تحول از بازار دیم دو سیره. دلیل چی است که گاهی بلند میره و گاهی پایین میره؟ والای دلیلش بسیار زیاد است، یکی خب کلا افغانی در بازار نسبت به دلار کم بود است، دیگر یکی دلیل عمدهش کی است در این نزدیکا شاید آگاهی داشته باشین که می پروژه تاپی بله چیز شد، نه کارش آغاز شد و این پروژه را جایی که مربوط افغانستان میشه تمام مصارفش به افغانی میشه، یگانه علتش کمی است و در پهلوی پروژه تاپی بازار مشترکه که بین ازبکستان و افغانستان تازه افتتاح شد به کار آغاز کرد، این هم میتونه تاثیر داشته باشه. بازار بورکس دیگه میتونه تاثیرات داشته باشه، تاثیرات داشته باشه، خب مگم تا فعلا دیگه از وقت فاینل نشدم و حسابشان نگه بوده نگه تو معلومات نیست که
دلار گفتین که قیمتش گفتین، میشه برای ما از تومان بگین که تومان چگونه است؟ تومان هم نسبتاً در مقابل دلار هم نرخایش نمی طول یک هفته دو هفته که میشه یک نسبت یک میلیون تومان دی ده افغانی بیست افغانی تفاوت میه، 1160 روپیه 1170 روپیه یک میلیون امروز. امروز ها کلدار چنده؟ کلدار دیگه 245-46 کلدار ارزشش پایین شده. ایرو و اینا؟ ایرو دیگه امروز 75-60 پیسه 80 پیسه اینجا خرید فروش هست، و پوند هم قسم 90 روپیه 89-80 پیسه. 80 پیسه. یعنی امی دلار بالای تمام اسعار خارجی که در بازارهای افغانستان خصوصا معامله صورت میگیره تاثیر خود داره. دلار خود تاثیرگذار خاصی است به خاطر که تمام اسعار خارجی از روی دلار سنجش میشه. تمام کشورها یک پیسه بین المللی است به حساب دیگه دلار. همون تگاب شد حالا فعلا. ها فعلا لسانش حالا بین المللی انگلیسی پولش هم عین پولش هم عین شکل شده. بله دقیقاً. در مورد پول افغانی برای ما بگوین که از بانکنوت های جدیدی که چاپ شده و بازار عرضه شده یا نه که هنوز هم سرنوشتش نامعلوم است. بانکنوت های جدید در بازار عرضه میشه نظر به مو مقدار پولی را که یا حریق ساختن چند قبل به مو مقدار دوباره با بازار توزیع میکنن، و ضمن نمی پیسه جدید که هستن بانکنوت های جدید یا پیش خود قید کردن اونقدر یعنی به مو عرضه در بازار با ما مقدار عرضه میکنن که تقاضا میباشن، بیشتر عرضه نمیکنن. از تا پیش بانک شاید بیشتر باشه بانک جدید دیگه. مشکلات مردم دیگه که از این پیسه مندرست یا که فرسوده حال نشده درست تالم در بازار هست بسیار. میبینید که پیش شما پیسه هست مثلا یعنی این پیسه بازار هست دیگه، اینمی فعلا مروج است در بازار دیگه. متاسفانه ما شما یک فرهنگ داریم یک رواج داریم که پول خارجی را دلار قسم نگاه میکنیم که تا باید قاد نشه که میم یک روپه دو روپه دهی شاید نقص بکنیم، اما پول افغانی خودمون را قسم نگاه میکنیم که اصلا توجه برش نداریم. والا دقیقا نمی مشکل است، همین مشکل است در افغانستان که این مردم ما با خود با این پیسه خود یعنی قسم نگاهداری میکننش که زود فرسوده میشه، اما اگر دلار یورو پوند باشه او را درست دازم نن یکی همین کیفیت کاغذ هم بسیار مهم است. بله. حالا مثلا اگر پاو نبینی پلاستیکی است، اگر دو بام پارتیش باز بکشیش خشکش کنی همون چیز است. دلار کانادایی را دلار کانادایی است، استر است، استرالیایی است نگه باز هم کیفیتش هم بسیار تاثیرگذار است سر ازی. اگر امی پولای منجمد ما کسوی سازمان مثلا بسته است و جمع شده و اجازه نداره و بازار عرضه شود، اینا مگر اجازه داده شود و از حالتی که مثلا مندرج از بسته است باز شود، یا میتونه خیلی با اقتصاد ما شما کمک بکنه و بالا قیمت دلار هم میتونه که یک تاثیر خیلی ها مثبت داشته باشه؟ دقیقاً امکان داره تاثیرگذار باشه، چون که او یک سرمایه است که افغانستان است و به شکل یک تضمینی است پس بانک جهانی و بانک‌های خارجی تاثیرگذار خاص داره. بخیر سلامت باشین. پیام گفتن اگر داشته باشین زنده باشین. خیر ببینید. تشکر. سلامت. یک کدام پایام خاصی نداره. بخیر سلامت باشین. دوستان شما چند تصویر بینیده باشید ما هم زود بریم. عزیز بازم خوش آمدید و ما برآمدیم از سرای به دکان هایی که در بیرون از سرای در این منطقه مصروف تبادله اسعار خارجی هستند. از اینا پرسیم که در بازار تا اکنون چند شده، چقدر تغییرات آمده و چقدر تغییرات میتونه که بالای نرخ نوا مثبت باشه. السلام علیکم. علیکم السلام. ساعتت خوب است؟ بخیر است. سلامت باشی. بخیر باشی. زنده باشی. در این بین پیسه هستی نام خدا تر تازه است. بیا خدا مهربان است، پیسه که باشد تر تازه می باشد. بله، کل زحمت و تلاش ما شما به خاطر پیدا کردن این پول و پیسه است نه؟ بله بله. که در آرام و راحت زندگی بکنیم. بله، خدا ما فامیل ما. بله، به خاطر این پیسه که کار میکنیم زحمت میکشیم باید از آرام باشیم. البته آید و درآمد حلال. حلال بله 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 بله. نه که خدای نخواسته
آرام باشه بازو برکت هم نداره. نه برکت نداره، به خاطر که ما خودمون هم کسی رو میبرایم تا و مثلا تا همی دیگر یا تا شام کار میکنیم به خاطر پول حلال، همی جمعی هم کار میکنیم، زحمت میکشیم به خاطر پول حلال. بله. چند سال شده مصروف کاروبار صرافی هستی؟ صرافی 20 سال میشه، تقریبا 20 سال هست. در 20 سال خو انشاءالله که تو وقت نشده که نقص کرده باشی یا تجارت دیگه بخوای نخوای نقص خود داره. تجارت نقص فایده داره، خو سابقه دلار خیلی تا پایین بالا میشد، تاوان میکنیم فایده میکنیم. حال دلار دیگه در یک نرخ مونده، ان شاءالله یک درپی 20 روپیه که مثلا ما فایده میگیریم و ما تاوان میشه. نه امروز چند است همین دلار کالا ببینیم که خدای نکرده خود خو نقص نکنی، وطن دارای ما که مین بره تبادله اونا هم نقص نکنن. نه دلار دیگه امروز از 6890 صبح کی شده بود 6900 در پاله از 6890 رو. یعنی 30 روپیه دیگه هم پایین اومد. بس پایین اومده بله. دلیل چی است؟ دلیلش چی است که میار اقتصاد وطن ما جور شوه و آرامی باشه، مثلا از نگاه امنیت بی امنی نباشه در وطن ما دیگه نباشه، ان شاءالله چی پول اسعار خارجی بلند میره. دوم از اینکه این پول سابقه که بود دوران کرزه یا دوران اشرف غنی مثلا کلدار بود، هر ولایت میچل کلدار مثلا تومن این یا کلش به کلدار امیر جنس خریده میشد، حالا فعلا کلش افغانی کرده. هر ولایتی که به کشور نزدیک بود مثلا نظر برمو کشور بله پیسا هم اونجا میچل تومن مثلا در نیمروز بود مثلا تومن هم اونجا میچل حساب پول خارجی، مثلا در قندار المند ایجا بود کلش کلدار بود، سابق و از کلدار استفاده میکردن جنس میخریدن، حالا که از وقتی که امارت اسلامی اومده فعلا دیگه کلش به افغانی شده، همه جنس ها به افغانی شده، نمیمونه جنس ها را که مثلا به اسعار خارجی شود، کل جنس ها را به اسعار افغانی چی میگن تبادله میکنن. ولایت هایی که طرف پاکستان است اینا اکثرشون کلدار بود، خود زیادتر هم ولایت ها مثلا مثل جلال آباد کنر اینا کل زیادتر غیر از یک چند ولایت که سابق بود اینجا افغانی میچه دگاهش کلدار بود، کلدار زیادتر بود دیگه، اونه ما کلش اوها را بند ساخته امارات اسلامی، حالا کلش به افغانی تبادله میشه در حساب جنس دیگه، اینمی است که خود به خود همی دالر و چیزا پایین میاد دیگر. امیرم از شما به دلیل پرسان کردم، همی دلیلش که کاروبار شما به این تبادله اسعار است. بله بله. دلیل بر شما بیشتر معلوم می باشد چون در سرای هم که در ارتباط می باشین؟ در سرای هم برتان میگن که در قضیه است. بله بله. سابقا که بود مثلا پول می آمد به این خاطر بود که مثلا مافیا بود. مافیا بود پول مثلا نمی دلار یا چیزی که می آمد مثلا و تجارت خود هم می کردن. از وقتی که امارت اسلامی اومده او نمی مونه که می چی این پیسه را او فایده زیاد سود زیاد داره، به یک نرخ میمونه که توزیع میکنه، اون نمیتونن که مثلا پول انتقال بتن یکشون به خود فایده زیاد بگیرن، اون نمی چی میکنن جلوگیری میکنن از این، خود به خود اگر دلار بالا نمیره پایین میایه. یکی دیگه هفته یکی دو بار که از طرف بانک مرکزی دلار در بازار اعلام میشه یه هم تاثیر داره، او خود زیادتر تاثیر داره، همیشه وقت خونمو پیسی را که توزیع میکرد او را مثلا مافیا کار مافیا بود که بوده مافیا چی میکرد که به اون نرخ خرید فروش میشد پیسه را و خود چی میکردن فایده چه، حال نمیتونن امو کار کردن نمیتونن دیگه، امو استقبارات هست از امارات اسلامی نمیمونه که امو پولا چی شده، یعنی به فایده ما شماست که مانعی شدن که جلوگیری میکنه، مثلا نمیمونه که مثلا از امو پیسه که زیادتر امو مافیا به دست می آوردن حال نمیتونن که بوده زیادتر به دست بیارن دیگه، اونمو که در مقابل دلار در مقابل افغانی پایین میاد. پیسه دیگه پیسه را میخواستم پرسان بکنم، مثلا کلدار امروز چند معامله میشد؟ کلدار امروز از 247 روپه. تومن؟ تومن از تک به افغانی تومن است خب پول چکش از دیگه 1200 فکر 1200 بله. یک ذره خوب شده و هم جان گرفته تومن؟ خود تومن دیگه خوب یک کم ذره تا اولا میشه تومن خوب چیش هست دیگه فعلا 1200 دیگه پایینی تا 1150 آمده بود. اما از ذره اگر چی باشه که وطن دارم مثلا در ایران هستن بیشتر فامیلا ایج هست یک آن ذره پول که اولا میکنن یک ذره یک چند روپه غریبی شوه یک چند روپه به نفشان شوه. بله خب ما خوش هستیم او که مثلا هرچقدر که وطن دارم فایده کنن و به فایده شون باشه وطن دارم آرام باشه به او حساب ما خوش هستیم که مثلا همون تومنی که بعد میارن اونو کمتر شاید چی کنن دیگه، از مشکلات زیاد هم دارن فعلا در ایران بسیار مشکلات هم هست دیگه، بخش از او خوبتر است که با یک کم ذره بالاتر بره بهتر از بخش شد. بخیر سلامت باشید. قربانت.
در کاروبار خودتان برکت، انشاءالله که تو هم نقص نکنی و خیر باشی، زنده باشی. تشکر، ما هم خوش شدیم یک زیاد از مصاحبتان، از اینکه میای از بازار شما از این مردم پرسان میکنی دیگه، بسیار خوش شدیم. بسیار بخیر، سلامت باشی. قربانت، سلامت باشی، بخیر باشی. دوستا، یم بود نرخ دلار، تصاویر ببینید. بله، در منطقه یا در جایی آمدین که بیشتر مواد یا میوه خشک به فروش میرسه، که در خدمت یک هموطن ماستیم که مصروف دکانداری و فروش میوه خشک هستن. السلام علیکم، خسته نباشید. خیریتی هست، سلام، خوش، بخیر و سلامت باشید. انشالله که روز و روزگار کاروبار بخیر مگذره. خوب است، شکر، خدا رو شکر است. انشالله که بخیر بگذره. بخیر بی، سلامت باشید. چطور از بازارهای زرگک؟ شور خورده یا نه که هنوز هم در خواب زمستانی است؟ نه، خوب است دیگه، نیست دیگه، حالا کاروبار نیست. می خوش یک چیز عوضی است. بازم شکر است دیگه، ناشکری نکنه، تو مزه سابق نیست. چند سال است که مصروف کاروبار و میوه خشک هستی؟ من خودم شخصا یک 12 سال میشه می جاستم. 12 سال؟ بله. در این وقت های در این روز ها خصوصا که نرخ دلار در مقابل پول افغانی ارزش خود از دست داده پایین آمده روان است، چقدر برای کاروبار شما، برای قیمت ها، برای میوه خوش تاثیر داشته؟ میاره تاثیر، توان تاثیر میاره، به خاطر تاثیر میاره که در منده کس می چیای کس در فروش دلاری است، با دلار پان میشه یا کما که نرخ دلار بالا میبرن در فروش خود. درست. ازم من بسیارش باز فروش قید میکنن، اخور دلاری است، هر سال پسته است، چاکلیت است، این چیزاست فروش قید میکنن. اگه باز فروش قید نکنن بسیاریش باز یک دلار دو دلار ده دلاری بالا میبرن. بالا میرن و نقص به غریب از دیگه، نقص به ما میگه که به خاطر او دلار خود میگیره به ما بلند میه. فرضاً میول پسته است قیمت 600 افغانی. درست. اگه دلار 70 روپا 80 روپا شوه موش 600 فروش ما، اگه 50 روپا شوه 600 است. تجار اون یک دلار 3 دلار بلند میبره، از دکاندارا دیگه تفاوت میده، ده فایده کم میشه. دو قلم را که شما یاد کردین، یک چاکلیت و یک پسته. کاجو هم است. کاجو بیشتر از اینا از بیرون از کشور دیگه میگه دلاری است. چاکلیت هم سال از ایران میایه، پولندی میگن، ترکیز اوت نداره چاکلیت، ملک ما شما نداره، دار افغانی هست، اونو چاکلیت اکو هست باز با دیگه فروش نداره، چاکلیتش کیفیت نداره. دیگه پسته دلاری است. پسته از کجا میایه؟ پسته از ایران میایه. ایران میایه، کاجو هم از ایران میایه. کاجو از این میایه. از این میایه. یعنی این قلم ها و اقلام که از بیرون از کشور میایه، کل از اینا دلاری معامله میشه. نمیفهم که چی وقت از شهر از دلار ما شما خلاص شیم که حداقل بازار خوب داشته باشیم. باز دلاری زم من قزدار باش دکاندار، اگه بالا میره کسایی که قزدار است دقیقش نیست. دلار که پان میه باز میان دکاندار خواهی میگرن پیسه رو بیار که پیسه رو بده که خاطر که دلار پوزش پولش کم شده زن. پیشتر پرسان کردیم که دلار 68 و 90 پول 85 پول امروز بازار کابل معامله میشد، حتی از طرف صبح تا 70 و 10 پول معامله شده بود. یعنی تاثیر مثبت برای تمام اقلام در دکاندار و عمده فروش و پرچون فروش داره. میاره این دمی دروز که دلار پون بالا میشن بازارا نیست دیگه، روز شنبه روز پنج شنبه است بازار نیست دیگه. امروز اون نخ 2000 سودا کرده شون نخواد قبول کنیم. یعنی فکر یک کیلو پسته ما 600 است. دو قلم فایده سودا کنیم 2000 میشه، من 2000 میرا سودا نکنیم. اما گپ داشتیست که گپ اول خودت که ما میوه خشک اکثرا عوضی است، بیشتر دو سیزن داره، سه سیزن. سال نو است و دوید دیده سال سال نو خود از من رفته است که رمضان میه. رمضان میه زمن از اید اگر چند سال پیش اونگی ملاقا تبلیغ کنه اگر افنی و حرام است یک آن ملاحظه پیدا کردن بعد از اید اگر مو یک ذره سال نو ضعیف شده رفت، اینه سال نو خوب بود نسبید بود سال نو هم. حال دیدم بازم شکر از دیگه دیدم نوالا نموندم از فرم سال هر سال شخصا خودم 40 بوجی 50 بوجی پسته می آوردم دیدا سودا می کردم، دیمید مشاج بوجی می آوردم سودا کردم نتونستم.
وضعیت مردم هم خوب نیست، اقتصاد هم خوب نیست. اگر هموطنهای ما مثلا تا پستر هم میگیرن میگه پستر خیر، همه کشمش و نخود و سیمیان هم اینا هم که باشه بس هست. بس هست با کسایی که دو کیلو وزش میرسید ده کیلو رسیده است، کسایی کیلو میگرفت ده نیم کیلو میرسن. بله بله. حالا جگر خودم هم توان خون میشه که بسیاری هم میامد مرک صدر پر از این صدر پر از اون رو خود دنیا دومه و دانی پردید تمام تمام است. مگم مجبور است. مجبور بخیر سلامت باش داله در کار بارت برکت قربانت. پیام و گفتنی اگر داشته باشی کدام پیام خاص نداریم دیگه. بخیر باشی قربانتان سلامت باشی. خب دوستا یم نرخ میوه خشک که با پایین آمدن دلار بانای اینا هم تاثیر داشته. زنده باشی بیادر جان. ساعتت خوب است؟ بخیر باشی. بخیر است انشاءالله. تشکر. خیر و خیرت است؟ سلامت خوب باشی. آمدی بخیر بازار که اگان خرید مرید بکنی. آمدیم که اگان چیزکا خریداری کنیم، مثلا میوه خشک، کنار میوه خشک ما هستیم. چطور بود بازارها؟ وضعیت ها چطور است؟ قیمت ها چطور است؟ دلار خیزر اگر پایین آمده؟ وضعیت ها خب قطعا خوب نیست و به دلار ربط نداره. زمانی که دلار بالا میره تمام دکاندارا خصوصا عمده فروشا میگن که دلار بالا رفته جنس هم قیمت شده. باز دلار که پایین میشه جنس هیچ پایان نمیشه. هیچ دلیل چه نمیفهمم. اگر دلار بلند هم بره اما قیمت بلند است، اگر پایین هم بره باز هم قصه است. بله اگر بلند برم امو گپ است، اگر پایین هم برم اگر بلند که بره با جنس بلند میشه. مگر پایان شدنش مشکل است. پایین شدنش یعنی میشه که مگر ما با قیمت بلند خریدیم حال نمیخوایم با قیمت پایین بفروشیم دیگه. شاید دلیل شمی باشه، یکی از دلایل شمی باشه. چه کاروبار چی مصرفیت؟ فعلا خو انجینر هستم مگم بیکار هستم دیگه. تمام جوان ها بیکار هست دیگه، باز مو خاطر از مجبوری میرن به کشورهای خارج به کارهای شاقه و از ضمنش خوراک و مایی و نهنگ میشن متاسفانه. من 16 سال تحصیل کردم، زمان به ارگان دولتی مراجعه میکنم به من میگه که تجربه کاری بیار. وقتی من کار نکنم تجربه از کجا به شما وارد شود؟ تجربه چی پیدا کنم؟ 16 سال درس خواندم، درست چه قسم اینال تجربه پیدا کنم وقتی کار نکنم؟ انجینری کدام رشته را خواندین؟ کدام بخش خواندین؟ سیول ساختمانی را خوانده. سیول ساختمانی در وقتا خونام خدا پروژه های ساخت و ساز در شهر کابل چی که در تمام ولایت ها سوی امارت اسلامی ریده از گرفته شده در پروژه نشد که اقدام بکنی؟ تا نیز خود متاسفانه نتونستم که خود اشغال کنم و مصروف شوم. چی میگن وقتی که مراجعه میکنین چی براتون میگن؟ سیفی خزیاد دادم برمه میگن منتظر زنگ باش. بر توان میتیم بیخی از ایگب خسته استم. کاملا کار بار دیگه هم کرده بودی قبلا جای تجربه داشتی یا نه؟ بله که دو پروژه شخصی را چیز کردیم نظارت کردیم، یکیش خود شش منزله دو واحده بوده نقشه‌ش هم خوشبختانه و فعلا راضی هم هستن. یکی پنج منزله بود که سه چترش ریخته شده بود، بقیش مانده بود تا فل حالا مانده گه. تا هنوز نتونست، اون سکتور خصوصی بود. درست. دولتی نبود. دولتی ها دیگه کار نکردیم. بله دولتی کار نکردیم. چی بررسی میکنی وضعیت فعلا که یک تعداد وطنداره ما چی که اکثرشون از نبود و کاروبار شکایت دارن چی خواهد شد آخرش؟ میگه که چیزی که احیان است چی آجد به بیان است. خودت از ما بهتر میفهمی که عمر بیکاری به سطح اوجش رسیده و مردم بیخی به تنگ آمده. خودکارای الله چی چاره است دیگه، مجبور که امید به الله کنیم دیگه، چاره نیست دیگه. کدام امید مقصد ندارم به دلیل از اینکه سطح نجیم میره و اساس سن ما رو به بلند رفتن است. وقتی من خدمت نکنم مزدر خدمت به جامعه نشم، 16 سال که درس خواندم حتی در پایین ترین پست بس مخکار شاقره کده نمیتونم. من خب مثلا یک کسبی نیستم، مثلا یک مستری نیستم، یک چی قسم به شما بگم، خلاصه من یک شخص کسبی نیستم. شغل آزاد نمیتونی کار بکنی؟ راحت نیستم در کار شغل آزاد نه دیگه. حالی از اینکه مثلا زمینه کار مساعد نیست، کاروبار نیست، اما خوشبختانه یک خوبی دیگه هم هست که موضوع امنیتی فعلا تامین است. میتونیم که با خیال راحت از یک منطقه به منطقه دیگه بریم، کدام مشکل که نیست. خدا را شکر از این ناحیه از این چیز زل به حساب راحت هستیم. بله امنیت است ولی اقتصاد خوب نیست. یه خیر باشه که انشاءالله این موضوعات اقتصادی و کاروبار هم انشاءالله که حل میشه و
بزرگای امارت اسلامی در این قسمت ازشون خواهش میکنیم که توجه جدی بکنن، خصوصا به نسل جوان، کسایی که تحصیل کردن درس خواندن، اینا اگه بیرون برن نیروی جوانی و کارشون در کشورهای دیگه ظاهر شوه خو قابل قبول نیست. دقیقاً نمیگه پسالو ده به خود جوان الله ارزش داده، از ایام جوانی بازخواست میشه، پرسش میشه، حتی در روز آخرت وقتی که ما به شهر بیگانه اجنبی میریم از فیزیک ما استفاده میشه، از مفکوره ما استفاده میشه. چرا استفاده میشه؟ چون آمار بیکاری به اوج رسیده، بیکاری اینجا زیاد است، جوان ها رو میارن به کشورهای بیگانه. بازم تکرار میکنم که خوراک نهنگ مهم میشه متاسفانه و کارا شاقه میشه. در ضمن از اون معلومات های دوست داشته که داره به از اون آدرس به کشور خود مصدر خدمت شده نمیتونه متاسفانه. بخیر سلامت باشی، پیام و گفتنی اگر داشته باشی کمری ما در اختیارت. تشکر از شما، امیدوار هستم که رو به بهبود بره کشور ما انشالله. تشکر، بخیر سلامت، قربانت، بخیر باشی. به این دوستا که داخل می دکانم بریم، با می جوانه که جد دکاندار است، میوه خوش که خدا آماده داره که صحبت بکنیم که هیچ طور است مانده نباشی جوان. پدر خوب استی جانا که جور است؟ خیلی دکان تام خورده سو بنده خدا والا گردیم و جایم شایی میگه تو والا دکان خوب واقعیت خورده است. آها جانا جور است؟ دکان خورد باش، دل کلان باش. بله ها. چطور؟ جانا جور است؟ کاروبار انشالله بخیر خوب مگذره؟ شکر است بخیر باشی. نام خدا دکان ها کام خوب، اما تو از هر رقم میوه پر ساختی. بله ها، دکانم چون نسبت به بازار خورده است، ولی میوه در دکان ما هست، نخواد در رسته کسی داشته باشه. چند سال هست که دکاندار هستی باز؟ تقریبا یک سال میشه. یک سال میشه؟ بله ها. این نام خدا دکانکت خوب است، برابر است. بله ها. سیستم جور است دیگه، انشالله کاروبار همون تو باید باشه. کاروبار نماندم از این کاروبار بیدر. چرا؟ حالا صبح میایی صبح وقت دکان واز بگینی به یک شوقی که باش یک تا بیایی یکم وطن یک چیزی بخره. ما وار ملامت نمی کنیم چون کار نیست، میوی خوشک است، چیز شوقی است. دلار خوب پایان شده ای ذره، قیمت هم باید دیگه پایان شده باشه یا نه که انوز هم قیمت ها داسمان است؟ قیمت داسمان است فعلا، انوز هم داسمان است. بله یا دلار که ارزان شده ارزان شده و هیچ فرقی نکده. آها، چرا خگنه باید که دلار ارزان میشه قیمت هم دیگه ذره که پایان به، یا نه که شما قیمت بلند میخرین قیمت بلند دلار پس باید به قیمت بفروشید؟ ما قیمت اگه نفروشی با تاوان میکنید ایجا. یکی مردم توان میکنه برای خیره. یکی مردم توان میکنه. چطور؟ ها ولی خوی نال چون ما همه تو بلند خریدیم، اگه یک چیز مثلا تمام میشه کیلوش به ما 700 دلار یه دفع پایان میشه تمام میشه شونیم زد، پس نمیدانیم رو بفروشیم 700. از اونجا کرای را میخوره، تا اینجا کرای دکان میخوره، کرای گدام میخوره دیگه. از اون که دیگه قلف کنیم دروازش خوب است. تنها هستی یا نه که یکان همکار پدرت یا برادرت این نام هست؟ هم یک مامایی مسکتم. شریک هستی؟ نه، دکان اصلا نزوز. شاگرد هستی؟ اما تو خوبت برو در جندال تو نداری یک ماشو تازه که بر شکل که باشه ماما میتن. نه والا دکان فکر که کلش بمبه سپرده. خودش نیست؟ خودش جای دیگر موبایل فروشی جور کرده. به شک خیلی اینی رقم تو نشه که این ماما دکان خو برای تسلیم کرد خانه دامات هم نگیرید. نه تو گپا نیست؟ نه اگه هست که باز دارشید به این بخیر. نه خاطر ما جم بخیر جم جم. خب میوه خوش بیشتر از کدام کشور میه؟ برای شما خب معلوم است یک تعدادش خب مربوط خود وطن میشه. فکر کنم که پسته و کاجو و چاکلیت اینا یک مقدارش از خارج میه. بله چاکلیت از ایران میه، کاجو دیگه هم از هند میه و هم از ویتنام. دیگه پسته هم از ایران میه، دیگه فضل خدا کل چیز از وطن خود است. از وطن خود است. اینی وطنی خود ما باز با دلار قرب فکر نکنه نداره. نه نسبت به مال خارج وطن خود ما چیزش قیمت هم است. آه قیمت است نه کیفیتش خوبش است. کیفیتش خوبش است. اگر چرا او بادام بسیار دانه کلان داره. آه بسیار کلان داره. ای او بادام بسیار دانش خورده است. او از کیلوش 550 افغانی یا 800 افغانی. ای از وطن است. ای از وطن است. بهترین بادام ما فکر کنم که ولایت سمنگان ما شما. بله آه. سمنگان ما شما بادام دیگه سمنگان نام داره و در پسته سمنگان نام داره. پسته دیگه بیشتر در بادغیس و اینی ولایت ها زیاد است. پستان وطنی نسبت به ایران خیلی قیمت است. اگر مغز ایران می کیلوش 1500 افغانی است، وطن خود ما از 2300. 2300 تفاوت خیلی زیاد است. اگر راه باز باشه این به کشورهای بیرون صادر شود، همین تجارا و کسایی که کاروبار میوه خوش کم میکنه
مطمئن میشن. شاید که فایده نشه. بخیر سلامت باشی قند قربانکت. در کار و بارت برکت. سلامت باشی. بخیر باشی. زنده باشی. لالایم خیر بینی. بخیر باشی. خوب دوستا عزیز. بازار قیمتا متفاوت است. هنوز هم قیمتی که قبلا بود هنوز هم امو قیمت است و دکاندارا و وطندارای ما هنوز هم به قیمت ها مواد خود به فروش میرسن، هرچند که دلار قیمتش خیلی در مقابل افغانی پایین آمده. تا برنامه بعد و گزارش بعد که بازم در خدمت قرار میگیریم، اما شما ایزانا و خداوند یکتا و لایزال میسپارم. وقت بخیر خدا میگیریم.